الهی، تا جهان باشد، به شادی در جهان باشید. Hi dear friends, have a nice day. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما هستم با درس 4 از کتاب 504 واژه. امیدوارم که از اپیزودهای قبلی نهایت استفاده رو برده باشید. بریم که لغات درس 4 رو یک دور با هم مرور کنیم. Vapor, eliminate, willing, dense, utilize, humid, theory, descend, circulate, enormous, predict, vanish. خب دوستان، لغت شماره 1 vapor. ویپر به معنای بخار یا مه هستش. برای هم معنی میتونیم بگیم moisture in the air that can be seen یا fog یا mist. مثال A: Scientists have devised methods for trapping vapor in bottles so they can study its makeup. دانشمندان برای نگه داشتن بخار داخل بطری ها روش هایی را طراحی کردند که بتوانند ساختار آن را بررسی کنند. مثال B: He has gathered data on the amount of vapor rising from the swamp. او اطلاعاتی راجع به مقدار بخاری که از باتلاق برمیخیزد جمع آوری کرده است. مثال C: A vapor trail is the visible stream of moisture left by the engines of a jet flying at high altitudes. مسیر بخار عبارت است از جریان قابل رؤیتی از رطوبت که از موتورهای جتی که در ارتفاعات بالا پرواز می کنند بر جای می ماند. لغت شماره 2 eliminate به معنای رفع کردن، برداشتن یا حذف کردن هستش. برای هم معنی میتونیم بگیم get rid of یا remove یا omit. مثال A: When the railroad tracks are raised, the danger of crossing will be eliminated. وقتی ریل راهن بالا برده میشود، خطر تصادف رفع میشود. مثال B: When figuring the cost of a car, don't eliminate such extras as air conditioning. هنگام محاسبه قیمت یک اتومبیل، لوازم اضافی مثل دستگاه تهویه هوا را حذف نکنید. مثال C: If we were to eliminate all reclining chairs, no one would fall asleep while watching television. اگر قرار بود همه صندلی‌های راحتی را حذف کنیم، هیچکس هنگام تماشای تلویزیون به خواب نمی‌رفت. لغت شماره 3 villain به معنای آدم شرور و پست یا تبهکار یا جانی هستش. برای هم معنی میتونیم بگیم a very weak person. مثال A: A typical moving picture villain gets killed at the end. شخصیت شرور در پایان یک فیلم معمولی کشته می شود. مثال B: The villain concealed the corpse in the cellar. آدم شرور جنازه را در زیرزمین مخفی کرد. مثال C: When the villain fell down the well, everyone lived happily ever after. وقتی فرد پست در چاه افتاد، از آن پس همه با خوشحالی زندگی کردند. لغت شماره 4 dense به معنای متراکم، غلیظ، ضخیم یا انبوه هستش. برای هم معنی میتونیم بگیم closely packed together یا stick. مثال A: The dense leaves on the trees let in a minimum of sunlight. برگ‌های ضخیم درختان حداقل نور خورشید را از خود عبور می‌دهند. مثال B: We couldn't row because of the dense weeds in the lake. به خاطر انبوه علف‌های هرز دریاچه نمی‌توانستیم پارو بزنیم. مثال C: His keen knife cut through the dense jungle. او با چاقوی تیزش از میان جنگل انبوه راه عبور را باز کرد. لغت شماره 5 utilize به معنای استفاده کردن از یا به کار بردن است.
برای هم معنی میتونیم بگیم make use of. مثال A: No one seems willing to utilize this vacant house. به نظر میرسد هیچ کس خواهان استفاده از این خانه خالی نمی باشند. مثال B: The gardener was eager to utilize different flowers and blend them in order to beautify the borders. باغبان مشتاق بود تا از گلهای مختلف استفاده کند و آنها را جهت زیباسازی با هم ترکیب کند. مثال C: Does your mother utilize leftovers in her cooking? آیا مادر شما در آشپزیش از تهمانده های غذایی استفاده می کند؟ لغت شماره 6 humid به معنای مرطوب یا نمناک هستش. برای هم معنی میتونیم بگیم moist یا damp. مثال A: It was so humid in our classroom that we wished the school would buy an air conditioner. هوای کلاسمان آنقدر مرطوب بود که آرزو کردیم مدرسه یک دستگاه تهویه بخرد. مثال B: New Yorkers usually complain in the summer of the humid air. نیویورکی ها معمولاً در تابستان از هوای مرطوب شاکیان. مثال C: Most people believe that ocean air is quite humid. بیشتر مردم بر این باورند که هوای اقیانوس کاملاً مرطوب است. مثال C: No one has advanced a theory explaining the beginnings of writing. هیچ کس نظریه که متقاعد کننده ای را ارائه نداده است که پیدایش خط را توضیح دهد. مثال C: No one has advanced a theory explaining the beginning of writing. هیچ کس نظریه متقاعد کننده ای را ارائه نداده است که پیدایش خط را توضیح دهد. لغت شماره 8 descend به معنای فرود آمدن، پایین رفتن، پایین آمدن هستش. برای هم معنی میتونیم بگیم go or come down from a higher place to a lower level. مثال A: If we let the air out of a balloon, it will have to descend. اگر هوای یک بالون را خالی کنیم، به ناچار پایین می آید. مثال B: The pilot, thinking his plane was in peril, descended quickly. خلبان که فکر می کرد هواپیمایش در خطر است، سریعاً فرود آمد. مثال C: Knowing her beau was waiting at the bottom of the staircase, Eleanor descended at once. الینور که می دانست خاطر خواهش پایین راه پله منتظر است، فوراً پایین آمد. لغت شماره 9 circulate به معنای چرخیدن، پخش کردن، پخش شدن هستش. برای هم معنی میتونیم بگیم go around یا go from place to place or person to person. مثال A: A fan may circulate the air in summer but it doesn't cool it. یک پنکه در تابستان میتواند هوا را پخش کند اما آن را خنک نمی کند. مثال B: My father circulated among the guests at the party and made them feel comfortable. پدرم در مهمانی میان مهمانها حرکت میکرد تا آنها احساس راحتی کنند. مثال C: Hot water circulates through the pipes in the building, keeping the room warm. آب داغ از میان لوله های ساختمان میچرخد و اتاق را گرم نگه میدارد. لغت شماره 10 enormous به معنای بی نهایت بزرگ، عظیم الجثه و غول‌پیکر هستش. برای هم معنی میتونیم بگیم extremely large یا huge. مثال A: The enormous crab moved across the ocean floor in search of food. خرچنگ عظیم الجثه در جستجوی غذا در کف اقیانوس از این سو به آن سو حرکت میکرد. مثال B: Public hangings once drew enormous crowds.
اعدام‌های عمومی زمانی اجتماعات عظیمی را جذب می‌کرد. مثال سی: The gallant knight drew his sword and killed the enormous dragon. شوالیه دلاور شمشیرش را بیرون کشید و اژدهای عظیم الجثه را کشت. لغت شماره 11 predict به معنای پیشگویی کردن، پیشبینی کردن هستش. برای هم معنی میتونیم بگیم tell beforehand. مثال A: Weathermen can predict the weather correctly most of the time. هواشناسان بیشتر اوقات میتوانند به درستی هوا را پیشبینی کنند. مثال B: Who can predict the winner of the Super Bowl this year? چه کسی میتواند برنده جام برتر امسال را پیشبینی کند؟ مثال C: لورا thought she could predict what I would do, but she was wrong. لورا فکر میکرد میتواند پیشبینی کند من چه کار خواهم کرد، اما اشتباه میکرد. لغت آخر، لغت شماره 12، ونش هستش به معنای محو شدن یا ناپدید شدن. برای هم معنی میتونیم بگیم disappear یا disappear suddenly. مثال A: Even in California, the sun will sometimes vanish behind a cloud. حتی در کالیفرنیا گاهی اوقات خورشید پشت ابری ناپدید می شود. مثال B: Not even a powerful witch can make a jealous lover vanish. حتی یک جادوگر قدرتمند نمی تواند یک عاشق حسود را ناپدید کند. مثال C: Give him a week without a job and all his money will vanish. یک هفته به او مهلت بده بیکار باشد و همه پولهایش ناپدید خواهد شد. خب دوستان عزیزم، میریم که لغات درس 4 رو یک بار دیگه با هم مرور کنیم. Vapor, Eliminate, Villain, Dense, Utilize, Humid, Theory, Descend, Circulate, Enormous, Predict, Vanish. دوستان عزیزم، امیدوارم که اپیزود درس 4 از کتاب 504 واژه برای شما مفید واقع بشه. تا اپیزودهای بعدی، خدا نگهدارتون. Goodbye for now.